با درود خدمت هموطنان عزیز سیاوش رفیعی هستم از برنامه مشاور شما تلویزیون ای ایم جی برنامه دوم از سلسله برنامه های وام بسکر رو در خدمتون شروع میکنم هفته پیش در رابطه با کردیت صحبت کردیم که چه عواملی باعث میشه کردیت شما خوب باشه چه عواملی باعث میشه شما بد باشه چهار چه فاکتور اصلی که صحبت کردیم در هفته پیش خود کردیت سکور بود اینکواری uh, داشتن روی کردیتتون بود و مکساد uh, کردن و لیت um, پیمنت این هفته در رابطه با uh, دو فاکتور مهم دیگه ای که کردیتورها یا لندرها یا مؤسسه اعتباری به اون نگاه میکنن صحبت خواهیم کرد اینکام و دام پیمنت یا پیش پرداخت uh, خونه ای که میخوایم بخریم اینکام uh, به صورت کلی uh, چیزی که لندرها به اون نگاه میکنن دو دسته طبقه بندی میشه یک دسته کسایی هستن که ایمپلوید هستن کارمند هستن یه جایی دارن کار میکنن به اینا چه, چه کسایی رو میگن ایمپلوید کسایی که در هفته سی و هفت و نیم ساعت کار میکنن فول تایم هستن یه پوزیشن ثابتی رو دارن به عبارتی پیچک با پیچک یا پیرول هر, دو هفته هر هفته یا مانتلی پی میشن به اینا میگن ایمپلوید کسایی هم هستن که پارت کار میکنن یه مدت زمان کوتاهی حالا اورلی بیشتر یا ساعتی بهشون میگن کار میکنن برای یه،, یه کمپانی دیگه ای که اون کمپانی مثلا فرض کنید در سال یه مقدار درآمدی رو به بهشون پی میکنه و اونا کانسیدر میشن که به عنوان پارتان هستن حالا چه این کامی رو برای زمانی که شما میخواییم برای اپلای کردن یا درخواست وام به صلاح تغاظه بکنین کدوم رو نگاه میکنه لندرها ها اون رو میخواییم الان راجبه صحبت بکنیم برای کسایی که فول تایم هستن خب در هفته سی و هفته نیم ساعت کار میکنن یک روتین هستش که به صلاح جاب لدر است. نمیدونم بنک که نشون بده که شما در هفته یا دو هفته یک بار دارین پی میشین آه، معمولا نوتیس او اسسمنت تی 4 چیزایی که مربوط میشه به اینکه پروف بکنین که شما در سال در سال مثلا فرض کنید 70000 دلار 80000 دلار این کامتون هستش اینا رو ها میخوان به این طبقه میگن کسایی که فول تایم هستن حالا بحث فول تایم که شد یکی از مسائلی که بعضی از هموطنانمون ممکنه برشون سوال پیش بیاد این هستش که اون مدت زمانی که شما کار میکنین برای کسی که به اصطلاح بهش میگن فول تایم هست به چه صورت است اگر شما یه چیزی بگم تا یادم نرفته معمولا مؤسسات اعتباری سه سال هیستوری کاری از شما میخوان یعنی میخوان بدونم تو سه سال گذشته شما چه کار کردین حالا اگه تو سه سال دارین تو همین کمپانی کار میکنین که هیچ مشکلی نیست اما اگه مثلا فرض کنید شما دو سال و ای مثلا برای کمپانی کار کردین بعد کارتون رو عوض کردین اومدین توی کمپانی دیگه تو این حالت مینیموم هیستوری که از شما میخوام برای کار جدیدی که دارین کار میکنین سه ماه حالا چرا سه ماه؟ به خاطر اینکه دوره آزمایشی که برای کسایی که تو شرکت های حالا جای جدید که میرن کار میکنن معمولا سه ماهه حالا بعضی از کمپانیا نسبت به نوع تخصصی که شما دارید ممکن تا 6 ماه هم دوره آزمایشی بره اگر شما این دوره آزمایشی رو در پس نکرده باشین این کانسیدر نمیشه که فول تایم هستی نشون میده که تازه یه جایی رو شروع کردیم به کار کردن ممکنه که از کار بیکار بشیم به عبارتی چون دوره آزمایشی رو هنوز رد نکردیم اگر دوره آزمایشی رو رد بکنیم که اون سه ماه که داریم صحبتش میکنیم تو این حالت فول تایم بهتون میگن حالا برمیگردن هیستوری دو سال نیم گذشتتون هم میبینن مثلا سه ماه چهار ماه هم دارین یه جور دیگه کار میکنین دوره پروبیشنتون هم گذشته دوره آزمایشتون هم گذشته این رو مبنا قرار میدن برای این کام شما به عنوان ایمپلوی یه سری از جاب ها یا کارهایی هستش که دوره آزمایشی ندارن مثلا فرض کنید یه کسی هستش که پروفشنال هست فرض کنید مثلا تی کانسالتنت هستش یه جایی استخدام میشه و مثلا فرض کنید یک هم هست داره کار میکنه ولی دوره آزمایشی نداره تو این حالت این اکسپشن هست یه یعنی تو این حالت این شخصی که داره یه جای کار میکنه که یک ماه هم بیشتر نیست داره کار میکنه ولی دو سه سال گذشتهش تو همین زمینه کاری که داشته کار میکرده بوده این رو دیگه نمیان به عبارتی بگن که باید حتما دوره آزمایشی گذشته باشه مشروط به این که کمپانی که میخواد جاب لدری رو برای این شخص صادر بکنه بگه که ایشون مثلا ریسنتلی مثلا اینجا استخدام شده دوره آزمایشی هم نداره فول تایم هم هستش یعنی اون 37 ساعتی که داریم صحبت میکنیم و داره کار می‌کنه تو این حالت اون دوره آزمایشی مورد ملاق است در غیر این صورت اگر شما کارتون رو عوض کردید تازه رفتین سر یه کاری تو اون دوره سه ماه یا شش ماه هستین حتما باید دوره پروبیشنتون گذشته باشه تا بتونید اپلای کنین برای مورگج تا بتونیم اون اینکامی رو که دارین اونجا به میگیرین رو در نظر بگیریم برای اپلیکیشنتون یه سری از کسای هستن که فرض کنید یه فول تایم جاب دارن کار میکنن ولی تو امن دارن پارت تایم هم یه جا دیگه هم کار میکنن حالا ویکنداشون هستش بعد از اوراشون هستش اونا هم دارن کار میکنن وقتی که میخوان به اپلای کنید برای مرگج یا وام مسکن شما پیش خودتون فکر میکنید خود خب من دارم یه جا فول تایم کار میکنم 70000 دلار اینکام هم هستش 20000 دلار هم دارم مثلا سالی از اینجا میگیرم پس اینکام من 90000 دلار آیا این 90000 دلار مورد قبول مؤسسات اعتباری هست یا نه به خدمتتون میگم که تو این حالت شغل هایی که پارت تایم هستن آرلی ساعتی پی میشن حتما 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 بایستی دو سال هیستوری داشته باشن اگر شما دو سال هیستوری تو اون کمپانی که دارین پارت کار میکنید داشته باشین اوریج اون دو سال یعنی سال اول مثلا فرض کنید شما ده هزار دلار کار کردین پارت تایم سال دوم مثلا فرض کنید 15 هزار دلار کار کردید مجموعا 25 هزار دلار کار کردید 25 هزار دلار میان تقسیم برای دو میکنن میشه 12500 دلار خب این 12500 دلار رو میان به اضافه اون 70 هزار دلار یا 80 هزار دلاری که شما فول تایم جا کار میکنید میکنن اون میشه این کامتون اگر زیر دو سال باشه اون پارتایم تایم جابتون این قبول نیست برای اینکه شما بیان کوالیفای بشی این خواستم خدمتتون بگم که فول تایم و پارت تعریفش به چه صورت هستش دسته دوم کسایی هستن که برای خودشون کار میکنن اصطلاحا اینجا به میگن وامه، وامه بهشون میگن سلف ایمپلوید وام حالا پروداکتی هم که برایشون هستش وام خود اشتغالی بهش میگن یا بیزینس فور سلف اینا چه کسایی هستن تعریف بیزینس فور سلف یعنی کسی که برای خودش داره کار میکنه و خودش به خودش حقوق میده خب حالا این حقوقی که داره به خودش میده باز دو دست است این بحث بزنس فور سلف یه بحث در... طول درازی هستش من میخوام که این رو یه برنامه رو فقط و فقط برای بزنس فور سلف بذارم که رویش صحبت بکنم ولی الان یه به قول گفتنی داستان کوتاهش رو براتون میگم که به چه صورته تو بزنس فور سلف دو نوع اینکام هست یکی اینکه شما استیت میکنید اینکامتون چقدر هست یکی این که شما دیکلر کردین و رو اون اینکامی که به مثلا اداره دارایی نشون دادیم تکسش دادیم این دوتا بیزنس فورس با هم فرق میکنه اصطلاح هم به این یکی میگن استیتد اینکام کسی که تخمین میزنه که اینکامش چقدر هستش حالا بر اساس مثلا حالا آیتم های مختلفی هست مثلا منک رو می نگاه میکنن میبینم تو سه ماه گذشته چقدر پول اومده تو حسابش یه اوریج میگیرن که سالانه مثلا استیمیت میکنن که انقدر مثلا اینکامشه این حالت استیل این کام هست پروداکت خودشو داره حالا دیتیلزش چجوری هستش در برنامه های آینده حتما به این میپردازیم حالت دومش دو اینه که شما پروفابل اینکام هستید یعنی عین کسی که مثلا فرض کن ایمپلوید هست که آخر سال نوتس سو اسسمنت داره توی این حالت نشون میده که این شخص مثلا صد هزار دلار اعلام کرده روی صد هزار دلار هم تکس داده این میشه پروفابل اینکام خب روی این میان حالا کوالیفیکیشن رو انجام میدن که مورگج بخوام بگیرن اینم بحث اینکام برای کسایی که سلف امپلوید هستن داکیومنت هایی که معمولا لندر ها حالا فرق نمیکنه چه سلف ایمپلوید باشید چه ایمپلوید باشید از شما میخوام که به حالا یه مورگج بروکرتون بدین یا به فانش و بدین که براتون کارتون رو انجام بده عموما اینا هستش برای کسایی که ایمپلوید هستن جاب لدر پی استاپ بانک uh, استیتمنت که نشون بده که شما مثلا توی uh, یه ماه گذشته دو ماه گذشته اون uh, چک یا پیرولی که حالا اصطلاحا اسمش پیرول هست شما گرفتین دریافت کردین یا دارک رو شده تو حساب بانکیتون یا اینکه چک بوده گرفتین دیپازیت کردین تو حساب بانکیتون پروف بکنه که شما اون پیرول رو گرفتین تی uh, 4 هستش uh, که نشون بده در سال شما چقدر به اصطلاح اینکام داشتین دو سال گذشته رو معمولا میخوان اگر حالا بستگی به کیس داره هر کیسی با کیسی فرق میکنه تو کار مورگیج معمولا همه کیس ها با هم دیگه فرق دارن چون من خودم شخصا کیس های مختلفی رو میبینم یعنی هیچ وقت نمیتونم بگم این کیس دقیقا شبیه به اون کیسه خیلی متفاوت است حالا برای اون اینکام داکیومنت هایی که برای اون شخص میخوان باز بستگی به کیسش داره که چقدر بخ... هرچی کیس کامپلیکیتد تر باشه پیچیده تر باشه داکیومنت زیادتر میخواد هرچی اون کیس ساده تر باشه داکیومنت کمتر میخواد معمولا جاب در پیستاب تی فورس نوتساب اسیسمنت اسسمنت که نشون بده این کامتون چقدر بوده این چیزایی که میخوان برای کسایی که ایمپلوید هستن برای کسایی که سلف ایمپلوید هستن نسبت به نوع بیزینسی که دارن حالا باز داکیومنتاش فرق میکنه اگه بیزنس رجیستر شده باشه چون ما نان رجیستر بیزنس داریم و رجیستر بیزنس داریم حالا نان رجیستر خودش داستان دیگه یکی که باز میگم اینقدر این سرف ایمپلوید طولانی هست بحثش تو امروز من نمیتونم راجع به این قشنگ باهاتون صحبت بکنم ولی به طور کلی آرتیکل اف اینکورپریشن میخواد اگر بیزنس اینکورپریتد هستش ثبت شده به عنوان یک شرکت بیزنس لایسنس رجیستریشن میخواد اگر بیزنس ثبت شده به صورت سول تیوان جنرال اون شخص رو میخوان که ببینن چقدر اینکام استیت کرده سامری اینکامشون میخوان یا به عبارتی میخوان ببینن گروس اینکام یا اینکامی که قبل از هزینه ها هستش چقدر بوده بعد هزینه ها چقدر بوده بعد اون خالص اینکام یا نت اینکامش مثلا چقدر بوده تیوان جنرال اصطلاح همش میگن شخصی Uh, به خدمت شما هر شود که بانک سبه میخوان سه سال چهار سال مثلا داره کار میکنه طرف تو بیزنسش هست معمولا بین سه ماه تا شیش ماه استیتمنت بانکیش رو میخوان که ببینن که این بیزنس داره کار میکنه اگر بیزنس رجیستر شده باشه به عنوان اینکورپریت باید شما بیزنس بانک اکانت داشته باشید اگر سول باشه حساب شخصیتون رو میتونه استفاده بکنه که به اینکه مثلا ما حساب شخصی داریم پول رو میریزیم به خدمت شما شوار شود برای سرف ایمپلوید این, این های که خدمتون گفتم میخوان این, این محسل صحبتی هستش که روی اینکام به صورت خیلی کلی من براتون گفتم آه، آه، مورد نیاز هست برای لندر بحث دوم در رابطه دام پیمنت هست دام پیمنت یا همون پیش برداخت پیش برداخت یک شاید خیلی اکثر کسایی که من حداقل دیدم تشریف میارن آفیس برای اینکه برشون مرگجاشون رو بگیرم خیلی چیز ساده ایه ولی بعضی مواقع خیلی میشه ببینید باز خدمتتون میگم مورگج پروداکت های مختلفی داره حالا هر پروداکت برای خودش یه ریکوایرمنت هایی داره یه, چی میگن چیزهایی هستش که شما باید برای اون لندر یا اون مؤسسه اعتباری پروواید بکنیم بیاریم براشون نشونشون بدید حالا نسبت به اون پروداکتی که دارین مثلا فرنش ادوایزرتون یا بروکرتون داره روش کار میکنه نسبت به اون پروداکت داکیومنت هایی هستش که شما باید به صلاح برای اونا تهیه بکنیم برای دام پیمت معمولا معمولا چیزی که میخوان این هست حالا میگم من به طور خیلی کلی دارم میگم ایشالا در برنامه های آینده دونه به دونه پروداکت های حالا برای نیوت کانادا هستش برای سیف ایمپلوی هست برای کسایی که 5 درصد دامپمنت میخوان بذارن 10 درصد میخوان بذارن اونها حالا همجوری میریم جلو بعد دونه به دونه اونها رو توضیح خواهم در خدمتتون ولی به طور کلی بین 30 روز تا 90 روز بین 30 روز تا 90 روز از شما دامپمنت میخوان که تو حساب بانکتون حالا یا سیوینگ باشه یا چکینگ باشه از شما میخوان که نشون بدهن که این پول تو حسابتون هست که میتونیم بذاریم برای مثلا پیش پرداخت خونه ای که میخوایم بخریم مهم نیست تو چند تا حساب بانکی شما این پول رو داشتین مهم نیستش که مثلا فرض کنید با بانک یه حساب سیوینگ دارین بعد یه بخشی از پولتون تو حساب مثلا اسکوشیا بانک یه بخشی از پولتون مثلا تو آر بی سی یه بخشش توی بی ام اس این مهم نیست مهم اینه که این سی روز یا اون 90 روزی که داریم صحبت میکنیم حالا نسبت به اون پروداکت تو حساب بانکتون بوده اگر تو این مدت سی روز این نکته که میخوام خدمتون بگم که بعضی موقع پیچیده میشه اینجاست اگر تو اون مدت سی روز مثلا من دیدم کلانت هستن که میان میگن مثلا ما سر هزار دلار پول تو حساب بانکی اون هست میخوام اینو استفاده کنیم با عنوان پیش پرداخت خب سوال اینه که آیا این صد هزار دلار دو ماه تو حساب بانکتونه یک ماه تو حساب بانکتونه چهار ماه تو حساب بانکتونه یا مثلا فرض کنید یک سال دو سال تو حساب سیوینگتون نشسته این خیلی مهمه اگر شما بیاین بگین که پولی که من تو حساب بانکیم هست مثلا بالای 60 روزه بالای 90 روزه خب خیلی خوبه خب تنها چیزی که شما باید حالا نسبت به اون پروداکت برای بانک پروواید بکنین تهیه بکنین یه استیتمنت بانکی هست که تو اون استیتمنت بانکی اسمتون باید باشه اکانت نامبرتون باید باشه و معمولا هم حالا اگر از بانک بدین میگن یه استمپ هم بزنن یا این یا اینکه اگر پیپرلس هستین براتون استیتمنت ها آنلاین میاد دانلودش میکنین نشون میدین که آقا این پول تو حساب من بوده برای سی روز یا 60 روز یا 90 روز خیلی ها رو من میبینم که میگن که این پول هست ولی قرار بیاد خب خب این مشکله اگر قرار هست بیاد حالا از کجا قرار بیاد مثلا حالا سورسش مثلا میگن ایران ما یه ملکی داشتیم یه خونه ای داشتیم یا یه سیوینگی تو ایران داشتیم پس تو ایران داشتیم داریم اون رو از طریق صرافی میاریم اینجا ببینید اگر به هر دلیلی این پولی که دارین از یه کشور دیگه ای بیارین یا از یه جای دیگه ای بیارین توی حساب سیوینگتون میذارین و اون سی روز یا اون 90 روز رو پوشش نمیده یا به عبارتی بانک ها هم بهش میگن لارج دیپازیت توی حسابتون میاد حالا بالای ده هزار دلار معمولا اگر اون سی روز رو نتونین کاور بکنین و این دیپازیت رقمی رو که حالا دیپازیت کردن تو حساب بانک تو مثلا 50000 دلار 60000 دلار یه دفعه تو حسابتون بانک کوشن میکنه ازتون که این پول از کجا آمده آماده بکنید خودتون رو که توضیح بدین که این پول از کجا آمده اگر نتونین توضیح بدین دیلتون دیکلاین میشه بهتون مرگج نمیده حالا چرا دلیلی که اونا یا مؤسسات اعتباری روی این مسئله حساس هستن به این خاطر هستش که حالا بحث مانی هستش بحث سانکشن هستش بحث حالا نکات دیگه هستش که حالا من نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم میگن این پول از کجا آمده سورس پول رو ازتون میخوام اگر بتونید سورس پول رو نشون بدین اوکی حالا اگر حالا مثلا فرض کنید الان ایران سانکشن نیست یا اگر بود اگر میخواستین توضیح بدین باز یه مشکل داشتیم میگوندم چون ایران سانکشن هستش پس ما نمیتونیم این پول رو به عنوان دام استفاده کنیم ولی اگر سانکشن نبود ایران مثلا اون کشورهایی کشوری که تو سانکشن هستن از سر قانون بانک ها شما بایستی مدارکی رو آماده بکنین که نشون بدین این پول از کجا آمده خونه داشتین فروختین ماشین داشتین فروختین طلا جواهرات بوده فروختین یه چیزی رو باید نشون بدین به بانک بانک قانع بشه که این پول مال خودتون بوده سورسش خودتون بودین پول رو از محل دارایی هایی بوده که داشتین و انتقالش دادین به کانادا Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. خب برگردیم به بحث دامپمت سورس دامپمت پس خیلی مهم هستش که بایستی بتونیم این رو به مؤسسات اعتباری نشون بدیم که این پول از کجا آمده این خیلی مسئله مهمی هست اگر نتونیم نشون بدیم که این پول از کجا آمده مسئله براتون پیچیده خواهد شد یکی از مسئله دیگه که برای پیش پرداخت خونه شما نیاز دارید که حالا تو کتگوری تو طبقه دام پمنت بخواهم استفادهش بکنیم گیفته شما میتونید به عنوان گیفت هم دام پیمنت داشته باشید این گیفت دیگه نیاز نداره که سی روز شهست روز نوید روز تو حسابتون باشه حالا باز به کیس بستگی داره و بستگی داره به اون معصی اعتباری که کار میکنیم بعضی ها میگن این پوله رو باید بیان تو حسابتون دیپازیت بکنم مثلا بعد تازه بیان از اون حسابی که حالا اون شخصی که به شما داده اصطلاحا هم بهش میگن دونر اونم حساب بانکیش رو نشون بده که از حساب اون اومده تو حساب شما خب این هم باز حالا میگم کیس با کیس فرق داره که مثلا میخوان سورس دامپیمنت رو ببینم ولی معمولا معمولا گفت از امیدیت فامیلی ممبر میاد یعنی یکی از یه خانواده درجه یک مثل پدر مادر خواهر برادر خب پدر بزرگ مادر بزرگ هم حالا میتونیم تو این کتگوری جاش بدیم اگر شما فرض کنید بگید که بخشی از دام پیمنت یا همه اون دام پیمنت باز نسبت به کیستون اینو دارم عرض میکنم خدمتون بعضی موقع شما همه دام پیمنتتون نمیتونید گیفت بذارید باز کیستون رو باید دید که چی هست یه بخش یا کل دامپمنتتون رو میتونید به عنوان گیفت از خانواده درجه یکتون بگیرین و به بانک نشون بدید که ما این دامپمنتمون داره از محل گیفت میاد یه فرمی هست پر میکنین شما به عنوان ریسیور یا دریافت کننده وجه امضا میکنین برای بانک من این پول دارم میگیرم از کی دارم میگیرم پدرمه مادرمه خواهرمه برادرمه پدر بزرگ مادر بزرگ دارم این پول میگیرم پدر بزرگ یا اون شخصی که داره به شما اصطلاحا دونر بهش میگن به شما میده اونم اون گیفت رو امضا میکنه و به عبارت مشخصه خودش هم میذاره که شما تلفن من این آدرس هم اینه این 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 و معمولاً هم بانک زنگ میزنن وریفای میکنن که آقای مثلا فلانی شما این پول رو به آقای فلانی دادین میگن بله میگن برای چی دادین میگن برای مثلا این که خونه بخره بهش گیفت دادم ازش میخوایم پس بگیرین بعد بگه نه این گیفته چون تعریف گیفت اینه که شما در این پول رو به کسی دیگه ای می میدید و ازشون انتظار ندارین که این پول رو برگردونن این بحث گیفت است یکی از سوالاتی که همیشه از شخص خود من میپرسن یا که به صلاح به ما چقدر پول نیاز داریم که بخوایم برای این خونه که حالا داریم روش کار میکنیم که بگیریم ببینید سوای قضیه دامپیمنت یا همون پیش پرداخت که حالا پنج درصد هست ده درصد هست 15 20 25 نسبت به شرایط شما دو تا مسئله چیزی که باید داشته باشی یکی کلوزینگ کاست اصطلاح هم بهش میگن که حالا تو این کلوزینگ کاست باز این یک استیمیت هست معمولا بانک ها یک و نیم درصد پرچس پرایس یا اون رقم خونه که شما خریدین رو ضرب در یک و نیم درصد بکنین یه عددی میشه خب این باید سورسش خودتون باشی یعنی نمیشه گیفت بشه نمیتونیم بگین که من پول مثلا کلوزین کاستم رو هم میخوام گیفت مثلا اپلای کنم بگیرم نه گیفت تو این حالت کار نمیکنه اون یک درصد باید خودتون تو حساب بانکتون حالا اون بحث سی روز نمیدونم 90 روز 60 روز اینا به حساب حساب میاد خب حالا باز بعضی از لندرها این پروف مثلا 1.5 درصد رو میخوان بعضی هم نمیخواد حالا میگم من فعلا دارم به صورت کلی میگم بعد که وارد دیتیلزش تو هر پروداکتی که شدم اونجا میگم که کدوم لندر میخواد کدوم لندر نمیخواد کدوم پروداکت میخواد کدوم پروداکت نمیخواد خب ولی به طور کلی آخر قضیه شما بایستی این یکونیم درصد رو حداقل باید داشته باشین چرا حالا این یکونیم درصد برای چی هست؟ یک درصد استفاده میشه برای اینکه لیگال کاست شما پول لویر هستش حالا لویرتون هر کسی که باشه مثلا باز براتون دیتیلزش رو بهتون میده که تایتل سرچ هستش براتون انجام بده، حق و زمه خود لویر هستش اینا های چیزهایی که ازتون میگیره به اضافه لند ترانسفر تکس لند ترانسفر تکس هم پارتی از اون کلوزینگ کاست هست که شما یه جایی که دارین میخرین حالا نسبت به قیمت اون خونه که داری می میخرین خب اون خونه کجا هست تو تورنتو هست یا بیرون تورنتو فرسان بایر هستین یا نیستین خب یه رقمی در میارن. حالا اینا رو باز میگم دیترز قضیه رو بعدا من صحبت خواهم کرد راجع بشت. اون 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 لند تکس هم تو دل این کلوزینگ کاست هست درست شد اینم در رابطه با کلوزینگ کاست یکی از چیزایی هم که سوالایی هم که اکثرا توی بحث دامپیمنت مطرح میشه خیلی اصلا میگن که مثلا ما لاین آف کریدیت داریم میخوام از لاین آف کریدیت رو استفاده کنیم برای دام آیا میشه این کارا کرد باز بسته به با پروداکت داره خب برای اینشورت حالا میگم من سعی میخوام بکنم که این لغات استفاده نکنم که بخوام برم وارد پروداکت بشم ولی بعض موقع مجبورم اینا رو بگم ولی اینا رو فعلا دارم به صورت خیلی چی میگم کلی میگم بهتون بعدا که ورده شدم اون موقع توضیحش میدم ولی به طور کلی برای این شود مورگیجا نمیذارن شما از لاین یا قرض بکنین به عبارتی بیاین پول بذارین که مثلا میخواین دام بگیرید خب ولی اگر آن این شود باشه مورگیجتون به شرطی که اگر بخواین از اون لاین اف یا اون کریدیت کارتی که دارین بخواین استفاده کنین که بخشی از دامپمنت پیمنت خونتون بشه یک درصد نه فقط دام پیمنت بخشی اونم تازه نه همش بخشی از اون دام تون باشه این رو میان به عنوان بدهی برای شما تلقی میکنن تو اپلیکیشن و یه مینیمم پیمنت رو براش در نظر میگیره حالا مینیمم پیمنت باز اینجا کوشن هایی که مثلا هم سوالی که مردم میپرسن اینه که میگن که مثلا ما یه پروموشن داریم از این لاین آف یه بانکی به ما داده میگه اگر تو 6 ماه شما اینو مثلا 50000 دلار استفاده کنی هیچ نو پیمنت هیچ پیمنتی نداری خب من میخوام اینو استفاده کنم واسه دام پیمنت بانک اینو قبول نمیکنه ما اعتباری اینو قبول نمیکنه میگه شما چون بدهی ایجاد کردی حب. حالا بایسی اون بدهی مالتی پیمنتش هم بیاره تو کلکلیشن مورگیجتون که ببینید سر کوالیفای میشید میتونید استفاده کنید از اون رقم به عنوان دام پیمنت بخواید استفاده بکنید اگر این کامتون جوری باشه که درآمدتون جوری باشه که بتونید تمام هزینه که قرار هست پی بکنید پی بکنید مشکلی نیست میتونید این کارو بکنید ولی باز میگم بخشی از دام پیمه. همه دام نمیشه چرا به خاطر اینکه اگه شما دارین میگین من اینکام دارم درآمد دارم خب این درآمدی که شما داری باید یه پسندازی هم داشته باشی نمیشه که همش بگی من اینکام دارم ولی درآمد پسندازی ندارم خب این مکسنس نمیکنه یادتون باشه کسی که دیل شما رو به صلاح Underwriting میکنه معمولاً من تو آفیس خودم رو خودم آندررایتینگ میکنم بعد به عبارتی وقتی میفرستم واسه اپروال خیالم راحته به خاطر اینکه تمام کارهایی که اون Underwriter تو بای میخواد بکنه من خودم کردم آردی خب؟ برای همین خیالم راحته که وقتی میفرستم کوشنهایی که ممکن ازم بکنه رو جوابشو دارم ولی وقتی که آندر نگاه میکنه به کیس شما باید مکسنس کنه براش بعد چی میگن قابل حزم باشه که این چیزی که شما دارید میگی توی اون اپلیکیشن مثلا میگی من دارم سالی سه هزار دلار این کام هم هستش کریدیت مثلا خوبه میدونم بدهی هم ندارم میگن خب خیلی خوب اینا همه خوب عالی ولی سوال اینه که اگه سه هزار دلار داری درآمد داری پس این پولا کجاست خب یه جایی باید رفته باشه خب حداقل با یه سیوینگ داشته باشین وقتی که این کامتون میگیرین مثلا فرض کن هزار دلار اینکامم کام هم هستش و پروف هم میکنین که اونقدر هست اگر بگین من اینقدر این کام هم هست ولی سیوینگ ندارم خب این زیر سوال میره خب میگن خب پس سه سال چهار سال این شخص داره کار میکنه درآمدش هم خوبه پولا کجاست خب اینی که باید مکسنس کنه بعد برای اون شخصی که داره این کار رو براتون انجام میده قابل حزم باشه این بحث امروز ما در رابطه با اینکام و دام پیمنت به اسم میرسه امروز خیلی نکات دیگه هم هستش که متاسفانه تو این وقت کوتاه نمیتونم همه رو بهش برسم امیدوارم که بتونم تو برنامه آینده حالا یه خود قرارم هستش که اگر خدا بخواد وقت برنامه رو زیاد بکنن که بتونیم زیادتر راجع به این قضایی صحبت بکنیم ولی به هر صورت باز تو برامای بعدی من برمیگردم به این نکته که صحبت کردم تو پروداکت خاص خودش امروز به آخر برنامه میرسیم برای دامپیمنت پیمنت و اینکام امیدوارم که خوشتون اومده باشه مورد استقبال قرار بگیره اگر همونطور که تو برنامه قبلی هم گفتم سوالی انتقادی نظری دارین ایبل برنامه ما هست اینجا رفی amgtv.ca با ما تماس بگیرید و خدمتون هستیم جوابتون خواهیم داد و امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه تا برنامه بعدی